فضای ارتباط مردم با جهان حفظ خواهد شد. ما دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود. یوتیوب در سال 1386 یوتیوب در ایران به طور موقت مسدود شد. دولت احمدی نژاد جلوگیری از اشاعه فرهنگ غرب و پخش فیلم‌های مستهجن از این شبکه رو به عنوان دلیل این کار نام برد. یوتیوب مدتی بعد رفع فیلتر شد، اما سرانجام به دلیل انتشار ویدیوهای مربوط به اعتراضات مردم به نتایج انتخابات سال 88 دوباره فیلتر شد و مسدود موند. بستن یوتیوب باعث محرومیت کاربران ایرانی از دسترسی به دنیایی از مطالب علمی و آموزشی و تبادل سالم با جهان شده. از طرف دیگه فیلترینگ خطر دسترسی به محتویات نامناسب رو در این شبکه نه تنها کاهش نداده، بلکه افزایش هم داده، به طوری که محتویاتی که دیدنشون شرط سنی داره بدون محدودیت از طریق فیلتر شکن در دسترس افراد زیر سن قانونی قرار میگیره. مسئله ای که با استفاده مستقیم از یوتیوب امکان پذیر نیست. توییتر یکی از پرطرفدارترین شبکه‌های اجتماعی در ایرانه. رشد کاربران این شبکه در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به حدی رسید که در سایت الکسا به عنوان چهارمین وبگاه پربازدید ایرانیان معرفی شد. توییتر هم همزمان با فیسبوک در خرداد 88 فیلتر شد. از امتیازات بزرگ توییتر قابلیت پخش برق‌آسای اخبار کوتاه برای تبادل نقطه نظرهای شهروندان به صورت خلاصه و مفیده. امتیازی که برای هماهنگ شدن جوامع مترقی، اطلاع رسانی و واکنش سریع به وقایع مثل هشدار درباره فجایع طبیعی یا جستجوی مفقود شدگان غیر قابل چشم پوشیه و نبودش یک کاستی اجتماعی به حساب میاد. به همین دلیل اکثر قریب به اتفاق مقامات ارشد جمهوری اسلامی با وجود فیلتر شدن توییتر از حضور خودشون در این شبکه صرف نظر نمی کنن و بیشتر از هر شبکه ای در اون فعالن. تلگرام یکی از پرمخاطب‌ترین شبکه‌های اجتماعی در ایران تلگرامه که در اردیبهشت 1397 با 40 میلیون کاربر ایرانی فیلتر شد. شکایات علیه تلگرام به دادسرای عمومی و انقلاب تهران برده شد و اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه از جمله دلایل فیلتر شدن این پیام رسان اعلام شد. تلگرام به دلیل کمحجم بودن اطلاعات، قابلیت ایجاد کانال، گروه، بات و سرعت خوب دسترسی، اونم با وجود سرعت کم اینترنت ایران، باعث رونق کسب و کارهای متعددی شد، به طوری که برخی از این مشاغل کاملاً به این پیام رسان وابسته بودن و با فیلتر شدنش ورشکسته شدن و از بین رفتن. اینستاگرام به دلیل فیلتر نبودن و اضافه شدن قابلیت استوری و پخش زنده بعد از تلگرام به کانون حضور ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. برخلاف تلگرام که ابزار ارتباط‌های شغلی و ایجاد مشاغل رو در اختیار کاربران می‌ذاره، اینستاگرام به دلیل ساختار بصریش بیشتر برای تبلیغات در زمینه مشاغل استفاده میشه. تبلیغاتی که به عهده افراد مشهور و شاخ‌های اینستاگرام، مثلا کیم کارداشیان با 170 میلیون دنبال کننده 700 هزار دلار و رونالدو با 218 میلیون دنبال کننده 720 هزار دلار برای هر پست تبلیغاتی در اینستاگرام دریافت می‌کنند. در بازار تبلیغات اینستاگرام فارسی فقط بخش کوچکی به تبلیغ برندهای معتبر از سوی افراد سرشناس تعلق داره. بخش عمده این بازار مختص به تبلیغ سایت‌های قمار و شرط بندی و محصولات بنجلیه که از طرف شاخهای مجازی با جاذبه‌های سکسی یا رفتارهای ناهنجار به کاربران عرضه میشه. با توجه به مبالغ میلیاردی که روزانه و از این طریق در سیستم‌های بانکی ایران در گردشه و همچنین انحصاری بودن اقتصاد کلان در ایران، دور از تصور نیست که جمهوری اسلامی در این چرخه میلیاردی سهم بسزایی داره و به همین دلیل برای اینستاگرام و درآمدهاش رویه ملایم‌تری پیش گرفته. بومی‌سازی
بعد از فیلتر کردن تلگرام، تلاش‌ها و هزینه‌های میلیاردی برای جا انداختن پیام‌رسان‌های بومی در بین مردم به اوج رسید. تبلیغات گسترده رسانه‌ای، ترافیک مجانی و حتی اجبار کاربران برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی به نتیجه نرسید و مردم چه از لحاظ کیفیت و چه از لحاظ امنیت اعتماد و استقبالی نسبت به این محصولات نشون ندادند. بعد از این شکست‌ها، پیام‌رسان روبینو به عنوان جایگزین بومی برای اینستاگرام راه اندازی شد. جایگزینی که برای رقابت با اینستاگرام و جذب مخاطب راهی بجز دست و دل باز بودن و چشم‌پوشی از قوانین و موازین اسلامی حاکم بر کشور نداشت. این چشم‌پوشی و بالا گرفتن ابتذال در روبینو باعث انتقادهای شدیدی شد و این سوال در رسانه‌های داخلی مطرح شد که پس فرق اینستاگرام بومی با اینستاگرام غیر بومی چیه؟ فیلترینگ در ایران اصولاً برای خفقان، کنترل عقاید، مسدود کردن راه اطلاعات و جلوگیری از هماهنگ شدن شهروندان در شبکه‌های اجتماعی اعمال میشه. ولی بهانه این ایجاد محدودیت غالباً جلوگیری از ورود ابتذال فرهنگ غربی عنوان شده. همین منطق سالها شهروندان رو از دسترسی به اطلاعات آزاد محروم کرده و به اقتصاد، جامعه و فرهنگ کشور آسیب‌های سنگین و غیر قابل جبرانی زده. منطقی که از پس مقدس نمایی برای توجیه فیلتر کردن شبکه‌های جهانی به ابتذال رو آورده تا برای شبکه بومی و تحت کنترل خودش مخاطب بیشتری جذب کنه. شما عزیزان میتونید موضوعهای پیشنهادیتون رو در قالب مقاله، عکس، صدا یا ویدیو برای ادمین‌های آموزشکده توانا در تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک و توییتر یا به ایمیل ما یعنی tu@tavana.org ارسال کنید. اگه هم دوست داشتین زوم با هر اسمی که شما بگید، چه مستعار چه حقیقی، ازتون به عنوان منبع نام میبره. بذارین به گوش برسه.